فرانسه، رژیم ایران با عدول از برجام هیچ چیزی به دست نمی آورد. آمریکا رئیس اطلاعات و امنیت حزب الله لبنان را در فهرست تروریستی قرار داد. دیوید ساسولی به عنوان رئیس پارلمان اروپا انتخاب شد. آخوند روحانی اعلام کرد ما بعد از 60 روز اول که از 18 اردیبهشت شروع شده قاعدتاً میرسه 16 تیر مثلا، چون ماهای ما همه 31 تو این فصل 16 هم میرسه، اگر تا اون روز شما اقدام نکردید، نه اقدام نمایشی، اینستکس شما تا اینجا نمایشی است. میتونه اینستکس شما یک اقدام قابل قبولی بشه تا حدی، به شرط اینکه پولی در کار باشه. شما یه سازوکاری اونجا دارید بدون پول، خود چه خاصیتی داره؟ تو خالیه، هیچی توش نیست. این به درد ما نمیخوره. از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تاسف بکنید، از همین حالا اظهار تاسف بفرمایید. اگر هم بناس بیانیه بدید، از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم، به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا. و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق، اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه، ما بر میگردونیم به اون. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به تهدید آخوند روحانی در مورد افزایش غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا گفت رژیم ایران با عبور از تعهداتش در توافق هسته‌ای هیچ چیز به دست نخواهد آورد. وی افزود اقدام رژیم ایران در نادیده گرفتن تعهداتش در برجام صرفاً باعث تشدید تنش در منطقه خواهد شد. رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده تجمع و اعتصاب کردند. کارگران شهرداری سرفاریاب واقع در استان کوکیلویه و بویراحمد در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده در برابر شهرداری تجمع کردند. وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای حسین علی حزیمه رئیس واحد 200 حزب الله لبنان و مسئول اطلاعات و امنیت این شبه نظامیان را در لیست تروریستی قرار داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است این واحد اطلاعات جمع‌آوری شده توسط واحدها و نیروهای نظامی این گروه را تحلیل و ارزیابی می‌کند. آمریکا به تخریب کانال‌های مالی حزب الله ادامه خواهد داد. روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان اروپا دیوید ساسولی را به عنوان رئیس پارلمان اروپا انتخاب کردند. وی در دور دوم 345 رأی از مجموع 667 رأی را به دست آورد. ساسولی بلافاصله بعد از رأی‌گیری در پارلمان اروپا در استراسبورگ در یک سخنرانی کوتاه گفت ما باید این قدرت را داشته باشیم که روند یک پارچگی من را از نو شروع کنیم. اتحادیه من را طوری تغییر بدهیم که قادر باشیم به نیازهای شهروندانمان قوی‌تر پاسخ بدهیم و پاسخهای واقعی به نگرانی‌هایشان بدهیم.